به نام خدا، ایوب کمرایی هستم از آکادمی lamfights.com و با دوره ساخت آموزش ساخت بازی ریسینگ در خدمت شما خواهم بود. خب ما تو این دوره اول میام ابزار ترین رو معرفی میکنیم، بعد تمام اون براش هایی که برای ساخت ترین ازش استفاده میکنیم و ازش استفاده میکنیم. دوباره اینجا اضافه کردن نور و متریال رو توی این قسمت داریم، چون متریال یک سطح اعمال میشه. ما میایم و میخوایم تنظیمات رنگ پاشی متریال رو هم ادیت کنیم، که میخوایم تنظیمات مثلا رنگ به این صورت نباشه، چهارخونه باشه، میخوایم بزرگتر نشون بده به این صورت مثلا. بعد قسمت ایجاد فرو رفتگی رو داریم برای قسمت اول بازی، ایجاد برآمدگی برای اینکه کاراکتر نتونه از یه بخش خارج بشه، اضافه کردن ماشین به این قسمت بازی و یک تست بر روی محیط که تا الان ساخته شده، ببینیم آیا مشکلی داره این محیطی که تا الان ساختیم یا اینکه مشکلی نداره. اضافه کردن یک سری آبجکت به محیط، یک سری استاتیک مش ها، ساخت یک تونل عادی در محیط که برای اینکه بازی رو یک مقدار جلوه جالب تری بهش بده، اضافه کردن بقیه مسیر، یعنی ساخت همون ادامه مسیرمون، چون میخوایم مسیرمون حالت مارپیچی داشته باشه در آخر، برای همین یک بستری باید بسازیم برای این قسمت. و اضافه کردن بخش بلاکینگ مود ها، یعنی که برای این گوشه ما نمیتونیم دیگه از کوه استفاده کنیم، برای همین بخش بلاک تعریف میکنیم که کاراکتر از این بخش خارج نشه. اضافه کردن یک سری آبجکت ها، نورپردازی اولیه بخش تونل در اینجا که مشاهده میکنید، و در ادامه هم باز نورپردازی داریم. و اینجا دوباره تست روی مرحله رو داریم که ببینیم تا الان مشکلی نداریم یا اینکه خوب که میبینیم به صورت خوبی هم ساخته شده. تست محیط ادامه کارمون، ساخت انیمیشن های باز و بسته شدن درها، چون این درها باید باز و بسته بشن وقتی که ما بازی رو تست میکنیم. اینجا ببینید الان من میرم جلو، میبینید که تو این قسمت در به این صورت باز میشه و اینجا هم که میرسیم ماشین به اینجا به همین صورت دوباره در باز میشه و بسته هم نمیشه. بخش هوش مصنوعی رو داریم، ساخت قسمت هوش مصنوعی همونطور که مشاهده میفرمایید و اینکه تعریف مسیر برای کاراکتر دشمنه یا برای ماشین دشمنمونه، اینکه مسیر کدوم مسیر بره، به این صورت مسیر تعریف شده. یا اینکه یک تستی هم میزنیم روی مرحله، ببینیم خودتون به صورت عملی ببینید که کاراکتر به چه صورت حرکت میکنه، ببینید این دشمنه رفت توی ماشین دشمن به حرکت افتاده، ما هم دنبالش حرکت میکنیم. ساخت بخش ثانیه شمار، ببینید مثلا من میخوام یک مسیر رو طی کنم و وقتی به یه جایی برسم این ثانیه شمار شروع بشه و اگه مثلا به پایان نرسم اینجا دیگه بمیره. خب اگه به پایان برسیم مثلا یه پیغام بیاد بگه شما برنده شدی، اگه نه دیگه همینجا که کاراکتر بمیره به این صورت. همینطور که میبینید کاراکتر اینجا افتاد. بخش گروه بندی ها رو داریم که ببینید خیلی زیاد وقتی باشه بخش کیسمت دست و پاگیر میشه، برای همین ما میایم گروه بندیشون میکنیم. برای این کار استفاده از یک سری کاراکتر نام نباید باشه، برای همین ادیت میکنیم و همونطور که میبینید به یک آبجکت خیلی کوچیک تبدیل میشه توی محیط، هم بخش انیمیشن ها و هم بخش هوش مصنوعی رو به دو گروه تبدیل میکنیم. خب خروجی میگیریم از بازیمون در این قسمت. برای اینکه خروجی بگیریم نیاز به نام پکیج و کلا سازنده ها هست. من نوشتم لرنفایز ایوب کیم و اسم آخر رو هم میذاریم LF IUKM. برای خروجی گرفتن نیاز هست به این اسم و اینطور که میبینید الان در حال خروجی گرفتنه. میریم به قسمتی که فایل نصبی رو به ما داده و شروع میکنیم به اینکه نصب بازی که ساختیم روش آغاز کنیم. همینطور که میبینید گزینه اینستال رو داره و ستاپ خود یودیکه رو داره. برای اینکه بخوایم ستاپ رو عوض کنیم خدمتتون توضیح دادم بعد چه کاری انجام بدیم توی دوره. ما بازی رو تست میکنیم که ببینیم به چه صورت در اومده و مشاهده میفرمایید در این قسمت میخوایم که ببینیم هوش مصنوعی آیا وقتی از بازی خروجی میگیریم بازم کار میکنه یا خیر. همینطور که میبینید کاراکتر دشمن وارد میشه، سوار ماشین میشه، حرکت میکنه به سمت جلو همینطور که مشاهده میفرمایید و ما هم ازش پیشی میگیریم، چون معمولا دیگه خیالمون راحته، بالاخره کاراکتر ما هوش مصنوعی کاملی داره. خب دوستان این دوره دوره بسیار کاملی هسته، چون هوش مصنوعی دوره هایی نیست که به سادگی در یودی که بشه پیدا کرد، واقعا دوره جالبیه، هم مفهومیه، این نیست که فقط انجام بدم و جلو برم توضیح میدم که این بخش هایی که تو کیسمت ساختیم به چه دردی میخورن یا کدوم بخش رو تحریک میکنن، اینها رو همه توضیح دادیم توی دوره. امیدوارم که از دوره راضی باشید، امیدوارم تا اینکه دوره بعدی رو دوباره بسازیم اول این دوره رو به خوبی یاد بگیرید، چون خیلی پیش نیازه.
دوستان امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. تا دوره های دیگه که در خدمت شما دوستان باشم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.